رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر، حالتون خوبه؟ سلام بفرمایید. خسته نباشید. امشب واسه ما شب طولانی بود، از وقت که استرس و گرونی داشتم کلا نتونستم بخوابم. من 33 سالمه، بعد متعلم یه خانواده پر جمعیت که 11 نفر، پدرم 11 تا بچه داره و توی محیط روستایی زندگی میکنیم. شما چندمی هستی؟ من 8می. خب الان چند سالتونه شما؟ من الان 32 سالم. بس کجا تلفن میکنید عزیز؟ من از ایران. اوکی، آیا چی خوندید، چه میکنید؟ من دانشجو فوق لیسانس هستم، رشته از رشته‌های کشاورزی تحصیل میکنم. بسیار عالی. و ازدواج کردید یا نکردید؟ بله بله ازدواج کردم. چند سال ازدواج کردید؟ چند سال ازدواج کردید؟ ازدواج حدود سه سال نامزد بودیم که حالا 1 سال ازدواج کردیم. بسیار عالی. خب حالا برای چی لطف کردید تلفن کردید؟ دکتر جان، من زندگیم بیکم واقعیت پرتنش بوده، یعنی از همون کودکی تا به امروز به این نقطه رسیدم. حساب کنید هیچ وقت روز خوبی تو زندگی اون نداشت. من پدرم حالا علاوه بر این که یک کشاورز بود، در کنار کشاورزی کارهای خلاف خلاف هم مواد مخدر و ساخت مواد مخدر بود، خودش اعتیاد داشت و همیشه یه پاش زندان بود. و بعد یعنی هیچ وقت هم خونه نبود، یعنی به عنوان سرپرست که حالا مسئولیت خانواده به عهده‌اش باشه، پدر من هیچ وقت نبود و این روند همینجوری ادامه داشت. و تا اینکه هولوش 15 تا 18 سال قبل پدرم رو بابت همین که مواد جابجا میکرد بهش تیر زد. وقتی که بهش تیر زدن مامورین، این هولوش چند سالم درگیر بیمارستان ها بود و ما که تو این مدت مثلا من از 11 سالگی شروع به کارگری میکردیم، یعنی دستم خیلی خوب بود، یعنی از ابتدایی تا راهنمایی من شاگرد اول بودم، المپیاد ریاضی قبول شدم. بعد تو همون دوران راهنمایی ما پدرم تیر خورد و هلوش مثلا 4 سال 5 سال این کلن درگیر بیمارستان بود. ولی بعد از تیر خوردنش چون یه دوستی همراهش بود، ایشون زندان نرفت ولی از کار افتاده شد. بعد از اینکه از کار افتاده شد، حالا طرف رسی خانواده ما رو یه برادر دارم، برادر بزرگترم که اونم سن و سالی نداشت، اخیرا مثلا تو سن 15 تا 16 سالگی کارهای کشاورزی و کارهای دیگر رو اون با مادرم انجام میداد. بعد همینجور که حالا زندگی ما به جلو میرفت، یه فرصتی پیش اومد، اوضاعمون یکم مناسب شد و اوضاعمون روبرا شد. متاسفانه پدرم با یه خانم فاحشه ازدواج کرد. وقتی که موضوع پیش اومد، یعنی من تا راهنمایی درسم خوب بود، از راهنمایی به بعد که اومدیم دبیرستان چون همیشه درگیر کار بودیم، یعنی اولویت اولمون رفته و سمت نیازهایی مثل حالا لباسی، موتوری یا چیزهای دیگه، یعنی من دیگه از درس فاصله گرفتم. خب توی این مدت وقتی که حالا قبل از اینکه برم سربازی، پدرم با این خانم ازدواج کرد. وقتی که ازدواج کرد، من برادر بزرگم، دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم، یکیشون رفتم تو اعتیاد، اون یکی هم یه ازدواج ناموفق داشت که اونم تو ازدواجش باعث شد که سمت اعتیاد بره و منم بعد ازدواج برادر بزرگترم شدم سرپرست خانواده. اما متاسفانه بعد از اینکه خدمت سربازیمون تموم شد، من به شدت استراب داشتم و عرق سرد میکردم، یعنی زمانی که در مورد پدرم صحبت میکردم من کامل بی‌طرف میشد و دلشوره یا مشکلات گوارشی داشتیم. در این که من همیشه کنجکاو بودم، دنبال جواب بودم که واقعا چرا، هیچ منطقی پشت این کار هست. با روحانیون یا با همین آخوندهایی که من صحبت میکردم، همیشه صحبتی که باشون داشتم، واقعا هیچ وقت نمیتونستم منو قانع کنم. اونا همیشه میگفتن آره این حالا پدرت و پیامبر اینجور گفته و فلان شده و چنان شده. من هیچ وقت زیر باری مسئله نمیرفتم، واقعا واسم قابل درک نبود.
چون که حلوش مثلا 7 سال پیش با شما آشنا شدم، وارد این مسائل روانشناسی شدم و نسبت به این موضوع خیلی کنجکاو شدم و پیگیر. ولی تا این مسئله استرس و استرابی که من داشتم، من بسیار اتفاقی پیش روانپزشک رفتم و ایشون گفتن که مشکل گوارشی دارم و اینکه بدنم عرق سرد میکنه، ایشون بهم دارو داد، این مسئله من حل شد. اما متاسفانه بعد از این قضیه من تو رابطه های عاطفی که حالا بحث ازدواج بود، وقتی که وارد رابطه های عاطفی میشدم به شدت به طرف مقابل میچسبیدم، یعنی عزت نفسم به شدت پایین بود، خودم اصلا نمیدیدم، یعنی حتی اگر طرف مقابل به من بله میداد، یعنی رابطه ای که حالا طرف مقابل به من بله داده ولی من نمیتونستم اون رابطه رو نگه دارم، یعنی به حدی خودم اون نسبت حالا به اون طرف مقابلم پایین، یا نمیدونم، یا فکر میکردم چون من مثلا بیشتر میدونم اون طرف مقابلم رو خودم نادیده میگرفتم، رابطه هم همینجور شکست میخورد، از این به اون از این به اون، یعنی هلوش 7 تا 8 سال من توی مسائل همینجور سردرگم بودم. ولی مسئله ای که بود، من چون علاقه به درس داشتم درسمو ادامه دادم، یعنی حالا با اینکه سرپرست خانواده بودم پیگیر درس دانشگاه خودم هم شدم، یعنی بیخیالش نشدم، با اینکه سر کلاس هم میرفتم اینقدر از این استادم سوال میپرسیدم که حتی گاهی با دانشجو بحث هم میشد، اونا میگفتن چرا سوال میپرسی، چرا فلان میکنی، چون اونا اهمیتی نمیدادم، ولی برام مهم بود، وقتی چیزی رو که میخواستم نمیدونستم در مورد سوال میکردم و میپرسیدم. این موضوع عاطفی همینجور ادامه داشت تا وارد دانشگاه، حالا تو مقطع ارشد شدم، اومدم با یه روانشناس و یه روانپزشک جلو رفتم، حالا کار روان درمانی انجام دادم، روانپزشک بهم دارو داد، وقتی که دارو داد یعنی اون وسواس فکری که واسه من پیش اومده بود، اون وسواس فکری و چسبندگی عاطفی که مثلا به طرف مقابلم داشتم اون کلا رفت شد، یه هوی انگار این عشق و علاقه ای که من مثلا تو چند سال بود که خودمون به در دیوار میزدم این کلا رفت. ولی مسئله ای که واسه من پیش اومد، من همین این که درس میخوندم شاغل بودم، یه مسافت هلوش مثلا 300 کیلومتر فاصله داشتیم از محل کار من تا دانشگاه، من در هفته 3 روز مثلا 3 روز از محل کارم میرفتم دانشگاه، مثلا امروز تو ساعت 8 کلاس داشتم، ساعت 5 حرکت میکردم، ساعت 8 سر کلاس بودم، که حتی یه روز من بابت 5 دقیقه که رسیدم سر کلاس استاد من راه نداد، ولی پذیرفتم، این مسئله بود که باید قبول میکردم. ولی این 2 سال همینجور من میرفتم و میومدم، کارم چون یه کاری بود و موجود زنده کار میکردم، یه کار پرتنش بود، کاری که حالا یه کار گروهی و کار تیمی بود، ولی مسئولیت تمام کمال این کار خودم پذیرفته بودم، یعنی اگر اتفاقی میافتاد من سر کلاس درس مجبور بودم 300 کیلومتر بکوبم بیام برسم کارم انجام بدم، روز بعدش کلاس داشتم. خب تو این مدت من همچنان با روان پزشک و روانشناس جلو میرفتم، چون که بعد از کرونا که اتفاقی افتاد، بعد از کرونا که بعد کرونا شروع دانشگاه تعطیل شدن، من داروامو کنار گذاشتم و وارد همین مسئله خانومم شدم که با ایشون نامزد کردم. وقتی که نامزد کردم متاسفانه اتفاقی که برای من افتاد، من یه احساس پوچی در زندگی کردم، یعنی زندگی کاملا بی‌معنا و مفهوم دیدم و همین مسئله باعث شد من به سمت مواد برم که هلوچ الان 2 تا 3 ماه این مسئله منو درگیر کرده و مسئله که تو کارم داشتم، همیشه وقتی که با صاحب کارم بحثم میشد یا یه مسئله پیش میومد، من با مدت 1 هفته تا 10 روز همچنان این موضوع رو با خودم مرور میکردم، یعنی میدونستم این یه نوع وسواسه و این مسئله رو میومدم مثلا به صاحب کارم تا زمانی که حتی شده ساعت 5 صبح بلند میشدم زنگش میزدم که آقا من سر این مسئله مشکل دارم، تا یکم آروم میگرفتم. از نظر مطالعه چون میلم به دانستن زیاده، یعنی تنها چیزی که منو ارضا میکنه، تنها چیزی که منو واقعا امیدوار به زندگی میکرد همین مطالعه بود. ولی وقتی که کتابی رو میخوندم
مثلا کتاب میخوندم تهش میدیدم مطالب انگاری شما یه وقتا میگین استراب جوهر حافظه رو خوش میکنه، حکایت همینه. من کتاب میخوندم، مرور میکردم، تجزیه و تحلیل میکردم، ولی متاسفانه حالا سر کلاس میرفتم یا جایی که میخواستم امتحان بدم، اینکه این کل مطالب انگار که من هیچی یادم نیست. و اینکه سوالی از شما دارم، اینه من استراب و دلهوره شدید دارم. حالا اون چیزی که در مورد خودم میبینم، چون من کودکی یه آدم همیشه شاد و لبخند میزدم، ولی وقتی اتفاقاتی که به من تو زندگی افتاد از اون حالت در شدم. یعنی شاید یه جمله‌ای که همیشه به خودم میگم، میگم در خود ماندم. یعنی همیشه من دارم در حال فکر کردنم، یعنی فکر کردن مثالی که هیچ دردی از من دوا نمیکنه، ولی نمیتونم خودمو کنترل کنم. نه ببین عزیزی، بذار آخه تو حجم مطالبی که مطرح کردی زیاد شد. بذار 3-4 تا نکته رو کوچک با هم حل کنیم. اولا ببین عزیز، پدر بزرگوار تو 11 تا بچه آورده، در حالی که خیلی از اوقات هم خونه نبوده، تازه رفته یه زن دیگه گرفته، و تو هم فرزند هشتمی از 11 تا. تو تمام عمرت نه پدری دیدی نه مادری دیدی، گم و گیج دوربر خودت میگشتی، یعنی فقط باید یه جوری کاری میکردی که زنده بمونی. معلومه که در یه چنین شرایطی استراب حداقلشه، افسردگی و وسواس و خشم هم به دنبالش حرکت میکنه، یعنی خیلی عادی و طبیعی است. درست مثل که کسی رو بندازی توی لجنزار بعد بگی چرا لباست کثیفه، خب خواهد بود، هیچ تقصیر و گناهی هم نداری. جایگاهی تو خانواده، شرایطی که بودی، اونم با اون وضعیت مشکلی که بوده، بعدم تازه با درسرایی که پدر درست کرده، ماجرای تیر خوردنش، بعد ماجرای انتظاری که از شماها داشته. این مورد دوم اینه که تو متاسفانه در کودکی چاره ای نداشتی که تمام سیستم حسی و احساسی تو خاموش کنی، یعنی اصلا بگی من فقط در جهان اگر بتونم بدونم و بفهمم مسائل حل میکنم، یعنی من نمیخوام دنیا رو حس کنم، نمیخوام احساس کنم، من میخوام به من بگید که این غذایی که میخورم اینقدر پروتئین داره، اینقدر نمیدونم ویتامین سی و دی داره، خوشمزگی و چگونه درست شده و کی آورده و اینا برای من مطرح نیست. این همون مثالی است که من میزنم، بسیاری از مردم اگه بهشون بگن شما میتونید یه سال برید بهشت و بهشت رو تجربه کنید، یا میتونید برید یه سخنرانی درباره بهشت که آدم های پرت و پلا میگن بشنوید، میرن تو صفحه سخنرانی. بنابراین این کنجکاوی تو برای دانستن و فهمیدن رو متوجهم. خوشبختانه به راه افتادی و درس تو خوندی، و حالا خوشحالم که حداقل این قسمت از درس رو با توجه به همه شرایطت به خوبی گذروندی و اینجا آمدی. و معلومه که استراب با تو هست عزیز، استراب با توی افسردگی، با توی خشم، با توی وسواس، با توی، و به همین جاست که روان درمانی و دارو درمانی میخوای به عنوان فردی که گرفتاری و بیماری داره و باید معالجه بشه و این باید ادامه پیدا کنه، ولی در این حال هم باید شرایط و موقعیتت رو عوض کنی تا اینکه درگیر نشی. چون همیشه گفتم افسردگی و استراب و اینها فقط به صرف دارو درمانی، حتی روان درمانی درست نمیشه. خواب باید مرتب بشه، ورزش باید درست باشه، تغذیه باید درست باشه، شرایط و موقعیت رو باید دیگرگون کنیم که آزاردهنده نباشه، روابطمون رو تغییر بدیم که حال و احساس بدی نداشته باشیم. همه اینا باید دست به دست هم بده. اما تو باید بدونی دشمنی که تو رو از پا در میاره مواد مخدر و اعتیاد، یعنی این دقیقاً کشنده تو هست. علت جمعین است که در ظاهر بسیار ساده و راحت میاد و حلال مشکلاته، ولی بعدا تو رو در خودش حل میکنه و از بین میبره. بنابراین حتی خودت رو زندانی کردن، حرف رو با همسرت زدن، باید بتونی یه کاری بکنی که گرفتار این مسئله و مشکل در این حد و سطح نشی و خودتو خلاص کنی، و الان از پاد در میه. این که در خصوص حافظت هم هست، نه تو مرد باهوشی هستی، مشکلی هم نداری، درست هم میخونی. اشکال کار این است که به دلیل ذهن پراکندت در بایگانی که میذاری نمیتونی پیداش کنی. یعنی تو فکر کنی اتاق بایگانی داری که بر اساس حروف الف باست، اما الف رو جای سین میذاری، سین رو جای دال میذاری، برای وقتی به دنبالش میگردی مسئله داری. ولی وقتی که میخونی، همطور که گفتی، چون تجزیه و تحلیل میکنی، میفهمی، هضمش کنی، جذبش میکنی، اما در خاطر نمیمونه. مثل آدمی که رفته نهاری خورده، ازش هم لذت برده، اون قسمت از غذایی که نیاز بوده رو هم در اختیار داره، اما یادش نیست یه مدتی بعد که کجا بوده یا چی خورده، که اونقدر مهم نیست. حالا یه پرسشی دارم، تو تلفنت قطع شد یا روی خط هستی همچنان؟ نه
من قد شد اومدم رو خط. دوباره برگشت. حالا پس بنابراین سرنم بفرمایید. آقای دکتر صدامو داریم؟ صداتو دارم ولی باید کوتاه کنید پرسشو یا مسئله رو مطرح کنید عزیز جان. باشه. دکتر جان من یه موضوعی که دارم از چربی خون هم دارم. چربی خون من رو 600 خب و اکثر موقع من تو سرم احساس گرمای شدید و وقتی که غذا میخورم یا چیزی احساس خواب بعد از اون رو دارم. یا حتی موقع رانندگی همیشه تو جاده خواب رو دارم، یعنی من اگر یه مسافت 50 کیلومتری رو برم این خواب رو تو مسیر دارم، یعنی احساس سنگینی میکنم، یعنی همیشه این بیحالی رو دارم. آیا این مربوط به افسردگی منه؟ نه من فکر نمی کنم. من فکر کنم جنبه پزشکی داره و پزشک متخصص و آگاه میتونه کمکت کنه عزیز. در این حد من اصلا نمیدونم. ولی به هر حال تو ببین عزیز، ما توی روانشناسی یه مسئله بسیار جدی داریم. ابتدا دلایل فیزیکی یا پزشکی رو باید رفع کرد. آنچه که میمونه اگر زمینه روانی داره باش برخورد میکنیم. شما اولا این موضوع بسیار خطرناکه، اونم تو رانندگی در ایران. پس تو لطفاً و حتماً برو تا زمانی که بتونی این چربی خونت رو یا هر چه هست رو کم کنی، برای که به سلامتیت آسیب میزنه، بعدم خطرناک است با ماجرای خوابت یا چرت زدنت یه موقع خودت یا دیگران رو بتونی به کشتن بدی و این چیزی نیست که آدم بتونه با شوخی کنه. ولی مسئله بحث روانشناسی الان نیست. اگر بعداً ادامه پیدا کرد ماجرای خوابت که اصلا از چه نوعه و چون انواع دو یا سه گانه داره میشه راجبه صحبت کرد که من الان دلیلی برای اون گفتگو نمیبینم. دکتر جان من آیا درگیر اختلال شخصیتی چیزی هستم یا نه؟ من اختلال شخصیتی در تو ندیدم. نه یعنی به نظر من زمینه اضطراب و افسردگی و وسواس رو داری، حتما زمینه های مربوط به اعتماد به خودت، شاید هم احساس شرم و خجالت یا مشکل و مسئله حرمت نفس رو داری، ولی اعتماد به نفس هم نه. از اون بابت با وجود شرایط بسیار نابسامان خودتو بیرون کشیدی عزیز. یعنی از 100 تا آدم مانند تو 95 تاش الان اصلا ای بسا وجود نداشت و یا افتاده بود یه گوشه ای معتاد. دکتر جان من این صحبتی که میکنین کاملا درسته، یعنی من هم درگیر این استرس و استراب و یه خشم کوبنده، یعنی وقتی که ده عصبی میشم واقعا هیچ جور آروم نمیشم، یعنی باید این خشم با ضربه یا حتی گای واقعا کنترلش برای من سخته. و بعضی موقع با خانم هم این صحبت داشتم، وقتی من عصبیم با هم بذار من آروم بگیرم، یعنی اون لحظه با هم بحث نکنم. نه حرف درسته، برای که اون وضعیت تو رو به هم میریزه. بهترین کارم این است که چون باید اون رو تخلیه کنی یه دوتا بالش محکم بخر، پارچه روش هم صرف باشه مشت بزن عزیز. یعنی بهترین کار اینه که دوربر مثلا داشته باشی. آره برای که اون کمک میکنه عزیز. برای که ببینید این نوع تخلیه فیزیکی برای یه آدمی مثل تو با توجه به شرایطی که داشتی که وقتی که اینا میرسه میخواد منفجرش کنه، بهترین کار این است که یه راهی که مطمئنه، چون اگه به در و دیوار بزنی میتونی دستتو بشکنی، کارت از خود بدی، یه موقع خودتو بزنی یا دیگران رو بزنی، آسیب بزنی. بهترین کار بالشه و برخی از اوقات هم اگر یه ذره خشمگین میشی هیچ کس دور برت نیست، بگو خب خوشبختانه کسی نیست، بذار شروع کنیم. ولی یه بالشایی بگیر که پاره نشن، بعدم اگر شد عوضش کن یه بالش دیگه. به هر حال بعد از این مدتی تو جنگت با بالشا خیلی خیلی کمکت میکنه، اینو بهت بگم. من الان با این بحث هدف و این بحث پوچی که حالا تو زندگی بهم احساس آخه بعدا بذار سب کن اون بحث پوچی رسان مهمه. ببین عزیز، تو اولا گم و گیج بودی، این وسط ها گیر کردی، فقط زنده بودی. حالا بهت میگن بیا زندگی کن، اونقدر طریقش رو بلد نیستی و یا بعد از این مدتی به دلیل اون استراب و نگرانی ناامید و مایوس میشی. اینی که ناامیدی و مایوسیه پوچی اونقدر نیست، اینا با هم متفاوتن. اتفاقا تو انگیزه برای زندگی رو داری، اصلا هنوز اون شور و شوق و هیجان و میل به دانستنت خیلی خیلی مهمه. حالا رشته‌ای که داری میخونی میگفتی دقیقاً چی عزیز؟ رشته من در مورد کشاورزیه و اینکه با موجود زنده کار میکنم. اوکی خیلی خوب. خب تو این زمینه یه مقدار بیشتر بدون، یعنی مثلا فرض کن یه مقدار آگاهی پیدا کن در زمینه اون حیواناتی که باشون کار میکنی، به اندازه یه دامپزشک بدون.
چون اون آگاهی علم کمکت میکنه و در این زمینه میتونن یک کسی که دامپزشک که به تو راهنمایی کنه چه کتابایی چه مطالبی بخونی. چون اگر تو موضوع رو بفهمی آروم میگیری، اگر بفهمی بر اوضاع مسلط میشی و بعدم راه رشدت رو داری. ضمناً وارد یه حرفه ای شدی که به هر حال مسئله تغذیه موضوع فوق العاده مهمی است و اگر آگاهی لازم رو داشته باشی که بتونی جلو بیماری یا مرگ و میر حیوانات رو بگیری و یا به هر حال بتونی نوع بهتری رو به بازار ارائه بدی، از نظر اقتصادی هم میتونی رشد لازم رو داشته باشی. به هر حال عزیز، تو زنده موندی ولی باید زندگی کردن رو یاد بگیری، چون اینا با هم متفاوتند. ولی تو شرایط سخت و بسیار تلخ و بدی بودی و گذشترم خاک کن و کوشش کن که هم با اون آدمایی که قبلا بودی اونقدر ارتباط نباشی، نه اون حوادث و اتفاقات رو به ذهنت بیاری و یا دوباره بازگو کنی. حالا گفتگو با من یا اگر با یک کسی روان درمانگری صحبت میکنی مسئله متفاوته، ولی بی خودی خودتو درگیر نکن. اون قاعده هم یادت باشه، زندگی رو اینقدر با کار خوب پر کن که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. عزیز، پیداست که با این مسائل هم آشنایی. ضمناً یه دفعه دیگه اگه فرصتی کردی سیدی ترس و استراب و استرس و افسردگی و خشم و عصبانیت رو یه دفعه دیگه بشنو عزیز. اون آگاهی رو ذره عمیق‌تر و سنگین‌تر کن، چون حرفایی میزنی مقدارش نشوندنده بهبوده ولی اون زخم‌ها خیلی خوب التیام پیدا نکرده. دکتر جان، در مورد اینکه میگی مثلا تو اون زمینه که اصلا مطالعه کن، من تو هم روشن ترویه. خب در مورد دامپزشکی اگر بگم کل این بحث دامپزشکی و کل کتاب و جزوه ها، حتی این بحث کلاس های آنلاین دامپزشکی و من که داشتم حالا دامپزشکی نیست، اینا رو من کلن حالا تو بحث تلگرام کل وارد کانال ها شدم، کل کتاب هاشو دارم، ولی این شغل منو ارضا نمی کنه. یعنی من میشه تو بحث مثال انسانی، حالا بحث همین روانشناسی علاقه سمت این میره، ولی چون بحث اقتصادی الان با شرایط اقتصادی که هست و اینکه سرپرست خانواده هم، اینکه خانم هم دانشجو رشته روانشناسی بالینیه، خودش رشتهش روانشناسی بالینیه و من واقعا علاقه هم به رشته روانشناسیه. اگر کتاب کنم بالای 300 جلد کتاب دارم تو زمینه روانشناسی. من با یک کتاب درباره موفقیت که شروع کردم کم کم همینجور جلو رفتم. این کتاب های پایه رو دیگه، این کتاب هایی که میدونستم واقعا کاربرد داره، حتی در مورد اعتیاد 5 جلد 6 جلد کتاب گرفتم اینا رو خوندم. یعنی اون رشته که واقعا چیزی که بهم داره آسیب میزنه کاری شغلی که دوستش ندارم، کاری شغلیه که تو با وضعیتی که الان اقتصاد ایران داره من این کاره اینقدر زحمت کشیدم باش یهو استوب کرد. یعنی اونجایی که داشتم کار میکردم یهو تعطیل شد. کل حالا تو اونها اوزه که دارن کار میکنن همه دارن ناراحتن، همه از این شغلی دارن، از این حرفه ای دارن، هیچ که راضی نیست و زیاد ما اهمیت نمیدن. یعنی ما باید یه استرس کاملو بکشیم اگر یه کار توجیه اقتصادی نداره، صاحب کار در نهایت آخر مثلا من کارشناس رو مسئول میدونه، در صورتی که وضعیت اقتصادی جامعه رو ما نمیتونیم درست کنیم. نه متوجه، میفهمم. ببین عزیز، بذار صبر کن چون یکم نگران وقتم. ببین عزیز، من فکر میکنم تو آهسته آهسته، نمیدونم آیا دوره فوق لیسانس با توجه به مدارکی داری تو رو قبول میکنم بری روانشناسی بخونه یا نه؟ یعنی آیا قبول میکنم؟ من معتقدم این کار رو شروع کن و آهسته، اینا معمولا برنامه شباست، یه مقدار پیش برو. من از اینکه تو بری روانشناس بشی مخالفتی ندارم عزیز، و به نظر من تواناییش داری، مثلا وقتی که اون مسیر رو خودت طی کردی. تو به اندازه 100 جلد کتاب زندگیت به تو آموخته، فقط مهم اینه که انتخاب درستی از وسط اون کتابا بکنی، نه آنگونه که آدم عادی و معمولی میکنه. ضمناً همسرت هم که داره میخونه، دوتایی یه کمی با هم بخونید، یه جوری هم کوشش کنید که مثلا حالا ثبت نام اگه لازمه بکنید، یا صبر کن یه مقدار آگاهتر داناتر بشی، مخصوصا درسای کتابا رو بخون، یعنی درسای ایشون رو بخون که وقتی سر کلاس میری بتونی با استاد ارتباط بهتری برقرار کنی. اگر به دلیل کارت به هر حال برخی از اوقات نمیری یا غیبتی داری اونقدر اهمیت نداشته باشه، ولی به نظر من اگر علاقمندی بیا فرضت رو بر این بگیر که به یک اعتبار تو 22 ساله، بگو به عنوان یه 22 ساله میخوام برم فوق لیسانس روانشناسی،
18 ساله بودم، یعنی اون 10 سال ما بعدن یواشکی به شناسنامه اضافه میکنیم، ولی الان من فکر میکنم این میل و خواسته را اگر داری رها کنی عزیز. یه چنین چیزی اولا به خودت کمک میکنه، به زندگیت کمک میکنه، یه مقداری به زندگی جهت و هدف و معنی میده، کنار همسر حرکت میکنی، ممکنه یه دوره فرض کن 2 ساله یا تو 4 ساله طی کنی، ولی اصلا اهمیت نداره چون عامل زمان قرار نیست اینجا برای تو نقشی داشته باشه. نه تو به من بگی من میخوام یه مقدار از وقت و انرژیمو مشروط برای اینکه زندگی اقتصادی به هم نخوره، مشروط برای اینکه به هر حال اگر میخوای صاحب فرزندی بشید مانعی تو کارت نباشه، به اونام برستی ولی آهسته شروع کنی درس خوندن و وارد دوره فوق لیسانس بشی و بعدم دوره دکترا، من اشکالی نمیبینم که روانشناسی بخونی عزیز، ظرفیتش و توانش رو داری و گذشته تو هم کمک کنه. جان من سوالم پرسم، من ما لامصب یه ولی دانه جامعه ما رو از چاله تو چاه میندازن، یعنی وقتی که ازدواج کردم حالا برو خونه تو بساز، حالا برو این کارو کن، یعنی من بگو نمیسازم، واقعا دوست ندارم اینجوری جلو برم. تو با همسرت کنار عزیزم، من وقت ندارم، دقیقا قرار نیست که بمونی تو گذشته، تو اندازه کافی گذشته به تو آسیبشو زدی، یه مقداری در حال زندگی کن، بعدم با یه مقدار آگاهی داری با کمک همسرت یه زندگی تازه‌ای با توجه به شرایط درست کن. این حالا خونه نداری نداری، ولی عوضش فوق لیسانس روانشناسی داری، اون از 100 تا خونه برای تو بهتره، بنابراین خودتو درگیر اون مسائل نکن، برو از این ذهنیت خونه و اجاره خونه و صاحب خونه و اینا یه مقداری بیا بیرون عزیز. نه یه اگه قرار بشه همچنان اینقدر چسبیده باشی به زمینهای فرهنگی بیمارگونه و غلط و بدی که داریم، که اون وقت روانشناسیت به درد نمیخوره، بکن یه مقداری از اونجا بکن. حالا یه وقت دیگه ندارم همیشه هم برابری آقای نداری ولش کن، الانم من متاسفانه با آخر وقت نمیستم، یه وقت دیگه الانم برو بگیر بخواب، نمیدونم ساعت 3-4 صبح یه وقت دیگه خواستی بیا صحبت کن، وقتی یه حرف حسابی داری بزن، ولی خوشحال شدم روانشناسی رو ول نکن، این حرفی است که میتونم به تو بزنم و خاطرم استرس، به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم، میتونم خدمتتون تماس بگیرم؟ چون حتما مشکلی نیست.